درود بر آزاداندیشان و مبارزین جهان. درود بر فرزندان ایران. مبحث امروز پیرامون حقوق بشر، اخشار جامعه ایران و اپوزیسیون باشد. برگ صفحات حقوق انسانی در تاریخ لبریز از فعالیت و درخشان است. اما این حقوق با حقوق سازمان ملل متحد یا همان حقوق بشر سازمان ملل متحد متفاوت است. حقوق سازمان ملل متحد در 80 سال قبل دارای نواقص بسیار بود، از جمله عدم مسدود شدن اعدام، کودک همسری، سنگسار و بسیاری مسائل دیگر که متاسفانه تا این 80 سال نه بررسی دوباره انجام گرفته و نه تغییری در آن صورت گرفته. اما حقوق انسانی مطلبی متضاد با اون مسئله هستش، مطلبی که ما میخواییم در رابطه با آن صحبت کنیم. مسائل حقوق بشر یک توان است، یک قدرت است، یک ضعف نیست، یک حیات خلوت نیست، مبارزه است، گرفتن حقوق است، کوبیدن سر دیکتاتور هاست، گوشه‌نشینی نیست، بی‌تفاوتی نیست، حقوق بشر فعالیت است. تقریبا 20 سال قبل بود که در نشریات حقوق بشری مدافعین حقوق بشر مطالبی عنوان شد. 4 مسئله اساسی رو من در اونها بسیار گوشزد کردم، از جمله حقوق بشر، کنفدراسیون فعالین حقوق بشر و همچنین پیرامون تکه تکه شدن عراق، ایران، سوریه و ترکیه و همچنین اتحاد اپوزیسیون، که بعد از این که ما این اتحاد رو درخواست کردیم از اپوزیسیون، به اونها اعلام کردیم برای این که بتونیم خیلی سریعتر حکومت یا دشخیم ایران رو، حاکمیت منحوس ایران رو نابود کنیم، به زیر بکشیم، یک اتحادی نیازمنده، یک همراهی نیازمنده. ما نمیگیم در ایدئولوژی ها، در نظریه ها همه همراه بشن، بلکه به یک هدف واحدی، یعنی نابودی رژیم ایران فعالیت کنن و فکر کنن. متاسفانه هر یک از اونها با داشتن شعارهایی همچون ما در تضاد عمیق هستیم، ما نمیتوانیم، ما روی کردم و متفاوت است، این مسئله رو لوس کردم و تحتیب اثر ندادم، بی تفاوت ازش گذاشتم. 20 سال قبل، طی این 20 سال هزاران انسان کشته شد در ایران، هزاران نفر اعدام شدن، هزاران انسان به زندان رفت و شکنجه شد، هزاران نفر خانواده هاشون نابود شد، به بچه های ما در داخل زندان ها تجاوز شد. اما هنوز هم بسیاری از اپوزیسیون در اون خشک بودن ها دارن سیر میکنن، انعطاف ندارن و نمیخوان سیاست های روز جهان رو قبول کنن. و این یکی از نقطه نظرات بسیار مسئله سازه که این حکومت رو همچنان داره ادامه میده. و اما ارتقاء سطح آگاهی جامعه آنقدر وسیع شده که شما دوستان عزیز اپوزیسیون یک بار دیگر فرصت دارید، یک بار دیگر همچین فرصتی براتون به وجود اومده که در کنار هم بنشینید با هدف یک مسئله نابودی رژیم ایران. ما نمیگیم بنشینید در کنار هم که منافع مشترک داشته باشیم، ما میگیم بنشینید در کنار هم دیگه دور یک میز برای نابودی رژیم ایران، برای نجات مردم ایران. شما آیا دنبال خاک و سنگ و کوه هستید، به دنبال پارچه هستید، یا به دنبال منافع انسان ها هستید، یا برای انسان ها دارید فعالیت میکنید؟ انسان ها که دارن در زندان ها میپوسن، در داخل ایران دارن میپوسن، به دنبال چه چیزی هستید؟ آیا میخواد به این کشمکش های ابتدایی که از 40 سال پیش داشتید همچنان ادامه بدید؟ 20 سال گذشت از اون مسئله که من عنوان کردم، باز هم دارید ادامه میدید. اما الان اخشار مردم ایران میان داخل خیابون ها و شما خیلی مشاهده میکنید تمام تشکلات صنفی هماهنگ شدن و روز به روزم این اتحادشون، این همبستگیشون، این ارتباطشون داره بیشتر میشه. بیاد داشته باشید، آمدن اینها به خاطر ایدئولوژی شما نیست،
به خاطر احزاب و تشکلات و سازمانهای شما نیست، به خاطر نابودی رژیمه. ایران و ایرانیان داخل ایران و ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن زمانش رسیده که تکلیفشون رو روشن کنن با خودشون، با جامعهشون. این تکلیف باید روشن بشه. اونهایی که برای منافع خودتون هر چند وقت یه دفعه از خارج از کشور به داخل ایران میرید، با شما هم هستم، با تک به تک شما هستم، تکلیفشون رو روشن کنید. یا با اپوزیسیون هستید و یا با دولت ایران. بی تفاوتی یعنی کمک به رژیم ایران. این یک رژیم معمولی نیست، این یک رژیم و یک دیکتاتور معمولی نیست. همونطور که من بارها گفتم تا چند سال گذشته، این بار نه تنها جنبش به انقلاب کشیده میشه و تنها به انقلاب کشیده نمیشه، بلکه این یک رنسانس است. رنسانس بسیار عظیم. تنها به یک انقلاب ختم پیدا نمی کنه. پس شما تکلیف خودتون رو روشن کنید. دوستان اپوزیسیون، آیا همچنان به دنبال مسائل گذشته هستید؟ آیا ما بایستی به دنبال هیتلر و به دنبال مسائلی که نازی ها به وجود آوردن در جنگ جهانی دوم به دنبال اونها بگردیم و اونها رو محاکمه کنیم؟ آیا باید به دنبال جنایت هایی که ژاپن در جنگ جهانی دوم انجام داد به دنبال اون جنایت ها باشیم و اونها رو محاکمه کنیم؟ یا اینکه باید نوگرا باشیم؟ شما هنوز هم به دنبال اون مسائل گذشته هستید. مسائل گذشته مربوط به تاریخ هست، مسائل گذشته مربوط به قبرستان ها هست، مربوط به موزه ها هست، همونطور که جنگ جهانی دوم رو به موزه ها گذاشتن. اما بایستی اینها تجربه گرفت، میبایستی این مسائل رو حل کنید، نه به دنبال تکی پارچه، نه به دنبال خودمحوری. اما صحبت دیگه دارم دا آقای پهلوی. جناب پهلوی، شما ته 40 سال گذشته کجا بودید؟ 20 سال گذشته چطور؟ 20 سال گذشته که یک جوان بودید با مسائل مختلفی در سطح جهان رو مشاهده میکردید. شما دارای ثروت بسیار عظیمی هستید که میتونستید در داخل ایران تاثیرگذار باشید. داخل ایران نه، حتی برای بچه های مهاجری که به کشورهای مختلف اومدن میتونستید دفاتری رو وجود بیارید که حتی خود اونها هوادارتون بشن. در طی 20 سال گذشته، حتی 5 سال گذشته، 5 سال گذشته کدوم سیاست محکمی رو شما اتخاذ کردید؟ سیاست هایی که گاه صحیح بود و گاه بسیار کم رنگ، و همطور هوادارانی که بدون هیچ گونه تشکیلات و برنامه ریزی جذب شدن، هوادارانی که بسیاری از اونها طرفدار رژیم بودن، طرفدارانی که از عوامل رژیم بودن، عواملی که مشخص نبود اینها در داخل ایران چه اعمالی انجام داده بودن، اومدن و به عنوان هواداری از شما، به عنوان هواداری از سلطنت هر عملی رو انجام دادن که کل اپوزیسیون رو زیر سوال بودن و باعث جدایی شدن، باعث حتی ضعف خود شما شدن. آیا هنوز هم نمیخواید برنامه ریزی کنید؟ نمیخواید که تنها